درود بر شما همراهان همیشگی کانال خبری آوای ایران در بسته خبری امشب دو خبر مهم داریم از اعلام رسمی مرگ برجام توسط بایدن تا اعتراف سرداران سپاه به کشتار مردم در سوریه دعوت می کنم با مشروع این اخبار بیننده ما باشید لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما بایدن و مرگ برجام خود را برای دوران بعد از جمهوری اسلامی آماده کردیم. ساعتی پیش نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که برجام در دستور کار واشنگتن نیست و ایالات متحده حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران و مقابله با ارتباطات امنیتی میان جمهوری اسلامی و روسیه را در اولویت خود قرار داده است. او روز چهارشنبه چهار ژانویه چهار در اولین کنفرانس خبری وزارت خارجه در سال 2023 هم تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی فرصت بازگشت به برجام را از دست داد و ما که ما فقط شاهد وعده های پوچ و توخالی از سوی مقامات ایرانیم همچنین کاخ سفید امروز صبح در اظهاراتی بی سابقه اعلام کرد که برجام برای آمریکا تمام شده و بایدن خود را برای دوران بعد از جمهوری اسلامی آماده می کند. منابع خبری اطلاع دادند که آمریکا درخواست مستقیم خامنه ای برای امضای برجام که از طریق عمان به بایدن فرستاده بود را رسما رد کرده و گفته دیگر حرفی با جمهوری اسلامی ندارد بایدن در آخرین مصاحبهاش گفته بود که برجام برای او مرده ولی فعلا اعلام نمی کنند. اظهارات نت پرایس واکنشی به ادعاهای مقامات رژیم ایران است که در هفته های اخیر چند بار ادعا کردند آمریکا برای آغاز مذاکرات پیام فرستاده و همچنان به دنبال احیای برجام است سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما میگوید ما این شایعات را شنیده ایم اما مسائلی است که فقط از طرف جمهوری اسلامی مطرح می شود سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز پیش از این گفته بود تمرکز ما در حال حاضر بر مذاکرات نیست بلکه ایستادن در کنار مردمی است که برای زندگی در آزادی و کرامت به خیابان ها آمدند و تمرکز ما افزایش فشار بر تهران از طریق تحریم های احتمالی است تا ظلم علیه مردم را متوقف کند شماری از مقامات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی که اعتقاد دارند خیزش مردم توطئه غربی هاست ادعا کرده بودند اختشاشات شکست خورد و آمریکایی ها فهمیدند اشتباه کردند و اکنون برای مذاکره پیغام میدهند در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ادعا کردند که مذاکرات اتمی به زودی آغاز خواهد شد روزنامه کیهان تهران از التماس آمریکا برای مذاکره بعد از ناکامی در آشوب ها نوشت اما برخی مقامات و تحلیلگران و رسانه های حکومتی میگویند در جریانات اخیر هدف براندازی نظام است در این میان روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سهشنبه سه ژانویه به همتای اسرائیلی خود کوهن گفت که برجام کم و بیش مرده در عین حال یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با آلمانیتور این گزارش را تکذیب کرد با این حال ایالات متحده و اسرائیل نقطه مشترکی در تمرکز بر سرکوب وحشیانه مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و حمایت آن رژیم از روسیه در جنگ با اوکراین پیدا کردند آلمانیتور می نویسد شانس برای احیای برجام به حداقل رسیده و فشارها علیه جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده میگویند وقتی کشتی شروع به غرق شدن می کند موشها قبل از همه از کشتی فرار میکنن. واقعیت این است که بدون برجام جیب رژیم ملاها و سپاه خالی و خالی تر می شود محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی قبلا هشدار داده بود اگر کشتی سوراخ بشود همه غرق می شویم اخیرا سردار سرتیب پاسدار محمد حسین سپهر جانشین ستاد کل نیروهای مسلح گفت بعضی ها نامه نوشتند و از رهبری خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم در شرایط فعلی طرفی که برای احیای برجام به هر دری میزند جمهوری اسلامی است وزارت خارجه رژیم رسما اعلام کرده آماده امضای برجام است هرچه تنگنای ملاها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیشتر می شود دلال های سیاسی و لابیگران و اندیشکده هایی که در عمل مبلغ و پیش برنده سیاست های جمهوری اسلامی بودند حساب کار بیشتر دستشان می آید نایاک که از حامیان اصلی جمهوری اسلامی و احیای برجام و معامله آمریکا رژیم ملده ها بود اخیرا اعلام کرد که از تغییر رژیم حمایت می کند. علی واعظ عضو شورای آتلانتیک که چندین مقاله و مصاحبه در مورد ضرورت توافق مقامات واشنگتن با جمهوری اسلامی دارد اکنون روی ارسال تسلیحات از ایران به روسیه تمرکز کرده همزمان اعلام شده نیروی هوایی ایالات متحده روز دوشنبه شش فروند جنگنده را در پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در جنوب اسرائیل مستقر کرده بر اساس گزارش نیروی هوایی ارتش آمریکا در طول استقرار ش فروند F-15 تمرینات مشترکی را با ناوگان جنگنده های رادارگوریز F-35 اسرائیل انجام خواهند داد. نیروی هوایی ایالات متحده گفته این رزمایش که قرار است این هفته برگزار شود حملاتی را در عمق خاک دشمن شبیه سازی می کند. اعتراف سرداران سپاه به کشدار در سوریه پاسدار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در ویژه برنامه ملک سلیمان که به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی پخش شده اظهار داشت شروع مسائل سوریه اوایل با تظاهرات داخلی بود ولی بلافاصله به درگیری مسلحانه کشیده شد که شباهتش با اختشاشات اخیر در کشورمان همین است که دیدیم از ابتدا با حمله به پایگاه بسیج و پرتاب کوکتل مولوتوف شروع شد برای اینکه نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج را خشمگین کنند تا آنها درگیر شوند حاجیزاده بدون اشاره به کشته شدن صدها ایرانی که به قلب و مغزشان شلیک شده ادامه داد علت اینکه ما این تعداد شهید دادیم به همین خاطر بود که آنها زدند و ما جواب ندادیم چون اگر جواب میدادند در این بین عدهای هم بیگناه کشته میشدند که تبدیل به یک فاجعه ملی میشد من یادم به همون روزها هفته اول که از سوریه شروع شده بود همین مسائل سوریه را خواستم تو جلسات فرماندهی میومد میگفت میگفتش که تظاهراتی شده مردم اینطوری یه درگیریایی شده یه جایی هم میان تیراندازی میکنن من دارم تلاش میکنم به ارتش سوریه به فرماندهانشون این رو یاد بدم متقاعدشون بکنم که این نقشه دشمنه در تلی دشمن قرار نگیرید اونها مثلا میان از بین جمعیت یه تیر میندازن یه نظامی رو میکشن که شما چیکار کن شما مردم رو بکشید اونجا این نگرانی ایشون بود و درست هم بود و درست هم بود یعنی اون روز خیلی راجع به این قضیه میگفت جلسه میذاشتم میرفت پیش رئیس جمهور سوریه با فرماندهانشون جلسه میذاشت میگفت مراقب باشید تو این تله نیفتید خب خوشبختانه ما در همین قضیه اختشاشات اخیر از این تجربه استفاده کرد میگه و علت این که این تعداد ما شهید دادیم به خاطر همین بود اونها زدن اینا جواب ندادن و اگر جواب دادن تو این لابلا خب خیلی بیگناهام کشته میشدن بعد میشد یه فاجعه ملی جزاده با بیان اینکه سلیمانی بر روی اصول محکم بود و انقلابی بود اما روی سلایق می گفت مردم حق دارند و سلایقشان با هم فرق دارند گفت اگر کسی جوری حرکت میکرد که اصول خدشه دار می حاج قاسم ورود میکرد در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی جلسه گرفتیم و خود حاج قاسم آمد تذکر داد تذکر برادرانه من خودم در آن جلسه بودم ایشان گفت آقای روحانی شما رئیس جمهوری و ما آمده این برادرانه کمک کنیم ما در کنار شما اما این حرف حرفایی که شما میزنید درست نیست. محمود چهارباقی فرمانده توپخانه سپاه در سوریه نیز برای اولین بار کشدار رژیم در سوریه را تایید کرد. او در شش مهر 98 گفته بود اگر آنطوری که ارتش سوریه با مردم خودش رفتار می کرد ما با اقتشاشات 78 و 88 برخورد کرده بودیم نصف مردم را کشته بودیم. آقا حاج قاسم را فرستاد گفت برو و را حفظ کن. الان عراق شده مثل یه استان ما شما نگاه کنید چند روز دیگه مردم میرن راهپیمایی قیمایی میبینید نماد جمهوری اسلامی توی عراق از ایران بیشتره خداوندی که بچه های جور مخلصانه جنگیدن این جور عراق رو تنبیه کرد و کشور عراق رو کرد یه استان ایران این عظمت شهداست توی سوریه چی؟ خوشبینانه ترین افراد ما در کشور هم میگفتن بشار اسد دیگه تموم باید فکر جایگزین باشی حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد گفت برو ببین چه کار میتونی بکنی برو بشار رو اگه میشه حفظ کن تو اون شرایط سخت حاج قاسم با تعدادی بچه های سپاه اومدن رفتن توی دمشق توی همین حرم حضرت رقیه سلام الله علیه مستقر شدن هدایت کردن بچه ها رو آوردن بنده هم افتخار داشتم در کنار بچه ها بودیم همین نمازگزار خودتون سردار عراقی تشریف آوردن با تعدادی از بچه های نیروزمینی اگه فرودگاه رو گرفته بودن دیگه کار تموم بود فقط یه هواپیمای ایرانی میرفت میشه تو فرودگاه دمشق اونم با شیوه های خاص خیلی مواقع با ما میرسیدیم خونپاره میخورد اطراف هواپیمای ماهان بهترین سلاح رو ما میبردیم ساخت جوانان ایرانی وزارت دفاع همون بچه های خودمون میساختن توی سوریه که ما رفتیم اگر از توی یه برج 20 طبقه دو تا فشنگ کلاشینکوف می اومد علیه ارتش سوریه او برج رو می بستن به توپ به تانک با هواپیما بمبارون میکردن بابا نکنید اینجور اینجوری اینا مردم خودتونن. و زدن ما رو زدن که زدن ما ای تو ایران میخواستیم خواستیم این کار بکنیم که اون اختشاشات و آشوب ها و فتنه های سال 78 و 88 که خب پس باد می زدیم. نصف مردم رو میکشتیم که دو سال پیش یکی از کارشناسان مؤسسه هاتسن در وزارت خانه های خارجه، دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده ای آمریکا در وزارتخانه خارجه، دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده ای آمریکا ویدیویی از علی ایوب وزیر دفاع سوریه منتشر کرده که در آن به نقش قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه ایران در کشدار مردم سوریه اذعان کرده. در این ویدیو وزیر دفاع سوریه اذعان کرد که قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه در کشتار شهرک بابمرو در شهر هومس نقش داشته که طی آن این شهرک را با خاک یکسان کرده بنابر گفته او در سال 2011 با سلیمانی دیدار کرده و با هم برای حمله به این شهرک طرح ریزی کردند ارتش سوریه با حملات هوایی گسترده آن را با خاک یکسان کرده و کشداری را علیه غیر نظامیان مرتکب شد. او همچنین توضیح داد خبرنگاران آمریکایی و فرانسوی که این کشدار را مستند کردند کشته شدند. بعد از حدود پنج سال مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه در اسفند 94 قاسم سلیمانی برای توجیه این جنگ و دفاع از حضور نیروهای سپاه قدس و نیروهای افغانی و پاکستانی اعزام شده توسط سپاه در این کشور لب سخن گشوده. جمهوری اسلامی در دو سال اول کاملا منکر هر گونه حضور نظامی در سوریه بود و امروز حتی برخی رسانه های شبه دولتی در ایران این پنهانکاری را مورد انتقاد قرار میدهند. بعد از آن نیز جمهوری اسلامی ادعای حضور مستشاری داشته در حالی که هر از چند گاهی نیروهای بسیجی و پاستار که نمی توانستند در مقام مشاوره باشند در شهرهای مختلف ایران دفن می شوند. تنها از استان تهران 2000 نفر ایرانی در سوریه کشته شدند. آمار کشته شدگان افغانی و پاکستانی به هزاران نفر میرسد.